سلام، با یک ویدیوی دیگه با ما خیلی خوش اومدین. قبل از که بخوام ویدیو رو شروع بکنم، خوشحال میشم حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنین، چون هر یک نو سابسکرایب هم خیلی به ما کمک میکنه و اینکه ویدیو ما رو حتما لایک بکنین. بریم سراغ ویدیو. توی این ویدیو میخوام بهتون درباره ماجرای رفتن شیرین ناصری، یکی دیگه از مجری شبکه مناطو، رو بهتون بگم که چرا شیرین با اینکه مجری موفق و خیلی خوبی در شبکه مناطو بود، تصمیم گرفت که فعالیت خودش رو با این شبکه قطع بکنه. حدود 5 سال پیش وارد شبکه مناطو شد و خب در برنامه‌هایی مثل اتاق خبر، مثل رقص شیرین، مثل مناطو پلاس و شب جمعه حضور داشت. آخرین تصویری که ما از شیرین دیدیم در برنامه شب جمعه، خب شیرین تصمیم گرفت که عین امید هیچی نگه و خب بعد چندی ما دید نه، دوباره تعداد کامنت داره میره بالا، سوال‌های مردم که شیرین کجاست، و خب شیرین تصمیم گرفت داخل یک لایو همه چیو قشنگ به صورت درست و صحیح توضیح بده. اگه بخوام از اضافه بکنم، ماجرای رفتن شیرین و ماجرای رفتن امید با هم کمی فرق میکنه و خب شیرین احساس کرد که در شبکه مناطو دیگه نمیتونه پیشرفت بکنه و خب خواسته هاش به گوشه هیچ کسی نمیرسه. میریم با هم تیکه اعضای به شیرین رو میبینیم و برنامه. من کارم رو توی مناطو قطع کردم چون اواخر این سال گذشته، تقریبا میشه از پاییز پارسال به بعد، کار در مناطو برای به من رضایت نمیداد. برای اینکه راضی نبودم از یک سری چیزایی که میدیدم در به من داره بر من میگذره. وقتی که شما راضی نیستید، خب یا باید یه تغییری ایجاد کنید یا باید دوری کنید از اون موقعیتی که ازش راضی نیستید. خیلی از این ناراضی بود که میگفت که کارمند خیلی بین کارمندهای قدیمی و کارمندهای جدید فرق گذاشته میشد. مثلا به کارمندهای قدیمی خیلی راه و چاه نشون میدادن و بهشون اجازه تولید و ضبط برنامه‌های جدید میدادن، اما مثلا به من هیچ اجازه‌ای نمیدادن که مثلا بتونم ایده های خودمو بگم، برنامه خودمو درست بکنم. و این دوباره یکی دیگه از این ماجرا بود که باعث شد من از شبکه کنار بکشم. دوباره میریم یکی از این لایو رو ببینیم. سوگلی هایی که در منو تو کار میکنن از یه سری قابلیت های منم استفاده میکنن، در صورتی من میخواستم خودم یک مثلا تهیه کننده مستقل بشم، ادامه بدم، تمرکزم رو داشته باشم رو برنامه‌ای که دوست دارم. دوست نداشتم در واقع مهره بازی باشم، دوست داشتم خودم بازی کنم و که به نفع مثلا اون شبکه‌ای هم که دارم براش کار میکنم، به نفع اون کمپانی هم که دارم براش کار میکنم باشه. نمیخواستم برم مثلا برای خودم که الکی، میگفتم من دلم میخواد مثلا این کار رو کنم. دوست داشتم در هیته‌ای که دوست داشتم فعالیتم رو ادامه بدم، در صورت که این اتفاق نمیافتاد. زیاد اضافه گویی نمی کنم چون دوست دارم بریم بیشتر لایو رو ببینید. اینم اضافه بکنم بهتون که خب شیرین دوباره داخل لایو میگه که شبکه مناطو خیلی شبکه خوبی هسته، شما نمیخوام شما رو باش بد بکنم، که دوباره همه رو داخل لایف توضیح داده ماجرای نوشتن استعفانامه، اونم همه رو توضیح داده بهتون. دیگه بریم با هم همه چی رو کل لایف شیرین رو ببینیم و منو تلویزیون مناطو رو بکوبم. نمیخوام بگم اونا بدن، هدف من نیستش که شما رو با تلویزیون مناطو بد کنم، بگم دیگه نبینین از این حرف. نه، من واقعا بارها گفتم خدا رو شکر که آدمی نیستم که نمک بخورم، نمک دون بشکنم، و آدم گریتفولی هستم و مدیرای مناطو میدونن که من چقدر ممنونشونم، همچه شفاهی چه کتبی ازشون تشکر دوستم. ندارم از یه مقداری بیشتر برای من تصمیم گرفته بشه، چون از دید من خواسته های من غیر منطقی نبوده و اگر برآورده نمیشه من دوست ندارم. حالا این حس نارضایتی چی شد؟ این حس نارضایتی که در من وجود داشت، حس این بود که من تعلق ندارم به این مجموعه، احساس تعلق نمی کردم. از یه جای به بعد احساس کردم که من یک زنی هستم با توانایی های خیلی خوب، به توانایی اجرای خوب دارم، من توانایی تهیه و تهیه کنندگی دارم، توانایی تدوین دارم، توانایی
کارهای ارتباطی دارم مثل PR Public Relations و از این حرفا. انگلیسی من خیلی خوبه و هوش تکنولوژی منم خوبه و سرعت عملم هم بالاه. خب من خیلی توانایی خوبی داشتم. من آدمی نیستم که همینطوری بسوزم و بسازم. هدف منم این نبوده آخر که تا آخر عمر بخوام تو من و تو کار کنم. من تو خیلی جای فانیه برای خودش، فانش سر جاشه، ولی من جزی از خانواده من و تو نبودم. حالا ممکنه یکی بگه کار دیگه، کی از کارش راضیه. اوکی، اگر قرار زندگی ما آدم ها اینطوری باشه که یک جا کار کنیم فقط محض اینکه کار کنیم، من نیستم. من حاضرم با درآمد کمتر کار دیگه ای بکنم که دوست دارم. من در خودم این توانایی رو میبینم که بتونم خودم شادی خودم رو رقم بزنم و خیلی هم قشنگ استعفا خودم رو نوشتم، ایمیل زدم و گفتم مسیر و جرنی من در من و تو بعد از 4 سال و 9 ماه به پایان رسیده. از من تو خیلی چیزا یاد گرفتم، تجربه های خیلی خوبی توی من و تو داشتم، ولی وقتش رسیده که من تغییر مسیر بدم و این رو لطفاً بپذیرید به عنوان نامه استعفای من. و جوابی هم که گرفتم خیلی جواب جالبی بود. فرداش به من زنگ زدن گفتن بیا وسایلتو جمع کن. هیچکی هم با من حرف نزد. وقتی هم که حرف زده شد از طرف منیجر من فقط ناراحت بود از اینکه چرا بدون اینکه بهش خبر بدم این کار کردم، در حالی که خب این خبر بود دیگه. و من رفتم من و تو که وسایلمو جمع کنم و امیدوار بودم که ببینم مدیرهای خودم و رئیسهای خودم رو که بتونم با یه خدافزی خوب ازشون خدافزی کنم، ولی این اتفاق نیفتاد و کسی نیومد از اتاقش بیرون. و بعد با تمام احترامی که برای مدیران نعمن و تو قائلم، ولی توقع اینو داشتم که بیان بیرون بگن که چی شد، چرا یا حتی اصلا هرچی، چون هیچ بی احترامی صورت نگرفت. ما هیچ وقت با هم مشکل نداشتیم. بنابراین میخوام بگم که عزیزان دل، شما بیننده های من و تو هستین، بیننده های تلویزیون هستین و میفهمم که با تماشای برنامه ها شما یک سری ارتباطی با ما میسازید و عادت میکنید. منم بالاخره به این محبوبیت و مشهور بودن و اینها یه دوره ای عادت کردم. رامی که میخواستم رو نمیگرفتم و سلام، نامه تمام. میشه تقریبا گفت که ویدیو ما پایان رسید. نتیجه که ما میگیریم اینه که شیرین به خاطر اینکه داخل شبکه بهش اجازه پیشرفت ندادن، تصمیم گرفت که از شبکه بره بیرون و دیگه فعالیت نکنه. اگر از ویدیو ما خوشتون اومد، خوشحال میشیم، خیلی خوشحال میشیم کانال ما رو سابسکرایب بکنید، چون خیلی سابسکرایب به ما کمک میکنه. ویدیو ما رو لایک بکنید. ما هر روز داخل چنلمون کلی ویدیوهای جذاب و سرگرم کننده میذاریم. تا ویدیوی بعدی، شب و روزتون خوش. بدرود.